میبینیم. شماری از شکارچیان عرب که از چندی بدین سو در ولایت فرا به سر میبرند از رشد پرنده های نایاب در این ولایت خبر میدهند. آنان که ده ها پرنده تغدار و شاهین را در فرا آزاد کردند میگویند آب و هوای فرا مناسب رشد پرنده های تغدار و شاهین است. در همین حال مقام های محلی فرا از فعالیت های قطری ها در این ولایت استقبال میکنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلان از ولایت فرا فرستاده است. در داخل این قفسها پرنده های نایاب تغدار هستند که بعد از 4 الی 6 ماه نگهداری حالا با اشتراک مقام های محلی فرا طی یک محفل در کوها و دشت چهارکرته این ولایت دوباره آزاد می گردد. شیخ عبدالله السانی رئیس مؤسسه الغرافه قطری می گوید این مؤسسه ده ها پرنده تغدارو و شاهین را بعد از پرورش در دشت و کوههای ولایت فرا آزاد کرده است. مدت زیادی می شود که ما در ولایت فرا کارهای زیادی را انجام داده ایم. در هر پروژه کاری ما تعداد زیادی مردم این ولایت به کار گماشته شده است. حتی در بعضی پروژه ها صدها تن افراد مسلکی و کارگر مصروف کارند. ما در ولایت فرا در پهلوی پروژه های کاری پرندگان نایاب را هم توسط افراد مسلکی در فرا رشد می دهیم. در همین حال مسئولین محلی فرا از رشد پرنده های نایاب و دیگر فعالیت ها برای بازسازی فرا از سوی عرب های قطری استقبال می کنند. که در اینجا خوب می تانند رشد کنند و تشکر می کنیم از دوستای خود که در اینجا سرمایه گذاری کردند و اینمی پرنده ها را تقویت می بخشند و به خاطر فرا و فرایا و این سرزمین بسیار مسئله خوب است و ما تقدیر می کنیم. رئیس زراعت فرا میگوید این مؤسسه قطری در عرصه رشد زراعت و مالداری فرا نیز پروژه های بزرگی را عملی کرده است. داست یک باغ بسیار بزرگ و بسیار معیاری خرماست در ولایت فرا که خوشبختانه ما از ورایتی اخلاص در از این ولایت استفاده کردیم و این ورایتی بعد از سال سوم خوشبختانه به حاصل آمده و همچنین طرحهای بسیار خوبه که ما پیشکش کردیم، پیشنهاد کردیم تا در پروژه های آینده اونا اجرا شوه. ایسته که ما خواستیم برای 200 تا 300 نفر از دیاقین نمونه ما یک مقدار باغای خرما به شکل نمونوی بر از اینا ایداز کنیم. این پرنده است که مدت چند ماه در پرورشگاه توسط عرب ها نگهداری شده و میخواهد ایرا رشد بدهد و همین اکنون اینجا محفل گرفته شده به خاطر رهایی در ولایت فرا. میخواهد که هی نسل این پرنده های نایاب را در ولایت فرا رشد بدهد. خوشحال زلان، تلویزیون آریانا نیوز، ولایت فرا.